با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان آن سوی خبر را میگوشه این با تازه ترین اخبار ایران و جهان نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و موضوعات خبری تحلیلی در 24 ساعت گذشته تازه ترین مباحثات هسته ای از واشنگتن تا فرانسه با تازه ترین اظهارات امیدآفرین ظریف و اوباما و در سوی دیگر در میانه خط و نشان کشیدن های نتانیاهو همینطور هشدار جان کری به نخست وزیر اسرائیل لغو برنامه های موسیقی و کنسرت ها در ایران با لغو مجدد کنسرت موسیقی علی رزا قربانی و بالاخره قربانی شدن سه دانش آموز معصوم ایرانی بر اثر انفجار مینهای عمل نکرده ای ایام جنگ اهم موضوعات و مطالب منتخب در برنامه آن سوی خبر امشب دوازدهم اسفان ماه ایرانی است ادامه با مروری بر شرح یکایک رویدادهای برگزیده ی امشب همان که انتظار می رفت مذاکرات نفسگیر هسته ای وارد فاز تازه ای از بیمها و امیدها در چهار راه آمده شده سیاست مداران جهانی شد در این میان در تازه ترین رویداد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که ایران باید برای حداقل ده سال پایبندی خود رو به توقف فعالیت اتمیش به صورت قابل تصدیق اعلام کند. تا امکان رسیدن به موافقتنامه جامعه بر سر پرونده اتمی این کشور وجود داشته باشد. اوباما در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز که در کاخ سفید انجام شد می گفت که شانس چنین توافقی رو زیاد نمیداند. اوباما همچنین در ادامه این اظهارات خود اشاره می کرد که اگر ایران مایل باشد برای حداقل ده سال برنامه اتمیاش را در ابعاد فعلی نگه دارد و بعضی از عناصر موجود این برنامه را برچیند اگر به این توافق برسیم و راهی برای تصدیق این پایبندی پیدا کنیم هیچ گام دیگری نیست که بتوانیم برداریم که به این اندازه در مورد عدم دستیابی آنها به سلاح اتمی به ما اطمینان دهد گزارش ها است که پیشنهاد مذکور شامل اعمال محدودیت های جدی بر برنامه اتمی ایران برای ده سال است اما در پنج سال بعدی این محدودیت ها به تدریج کاهش خواهد یافت گفته می شود که ایالات متحده آمریکا ابتدا خواستار اعمال محدودیت های برای 20 سال برای برنامه اتمی ایران بود اما ایران برای یک دوره زمانی کوتاه‌تر از یک دهه تاکید داشت اوباما به رویترز می گفت هدف آمریکا این است که از زمانی که ما متوجه می شویم آنها برای دست یافتن به سلاح اتمی تلاش می کنند و زمانی که عملا توانایی ساخت آن را پیدا می کنند حتی اقل یک سال فاصله باشد. آقای اوباما در پاسخ به سؤالی درباره چشمانداز توافق احتمالی با ایران تا پایان مهلت تعیین شده می گفت که تردید اصلی این است که آیا ایران با درخواستها برای بازرسی سفت و سخت از برنامه اتمیش و پایین نگه داشتن سطح بنیسازی موافقت خواهد کرد یا نه؟ ایشان میافزود اما اگر آنها با آن موافقت کنند این برای کنترل برنامه اتمی ایران بسیار موثرتر از هر گونه اقدام نظامی که ما یا اسرائیل می توانیم انجام دهیم خواهد بود خیلی موثرتر از تحریم ها خواهد بود و اما در سوی دیگر اظهارات تند و تیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صدرنشین رسانه های معتبر جهانی است در این میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که توافق احتمالی میان قدرت های جهانی و ایران بر سر برنامه اتمی این کشور می بقای اسرائیل را به مخاطره بیاندازد و هشدار میداد که اسرائیل در این مورد منفعل نخواهد ماند نتانیاهو که دیروز دوشنبه دوم ماه مارس در واشنگتن و در کمیته روابط آمریکا و اسرائیل که در واقع بزرگترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکاست سخن می گفت با اشاره به اختلاف نظر با دولت باراک اوباما بر سر ایران تأکید کرد که به رغم این اختلافات روابط دوستانه ی اسرائیل و آمریکا مستحکم خواهد ماند ایشان می گفت که هدفش از سخنرانی فردا در کنگره آمریکا بی احترامی به باراک اوباما یا دولت او نیست بلکه قصد دارد با استفاده از این فرصت در مورد تهدید برنامه اتمی ایران علیه موجودیت اسرائیل هشدار دهد. در ادامه آن سوی خبر سوی دیگری از این نبرده کلامی میان دو هم پیمان دیرین یعنی آمریکا و اسرائیل را میخواندیم که جان کری به اسرائیل هشدار داد جان کری وزیر امور خارجه یالات متحده آمریکا و همینطور جان ارنست سخنگوی کاخ سفید در آستانه سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا راجب طبعات انتشار اطلاعات محرمانه در مورد مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران هشدار دادند. ارنست در کنفرانس خبری کاخ سفید می گفت افشای اطلاعاتی که به متحدمان اسرائیل داده شده خیانت به اعتمادی خواهد بود که بین دو کشور وجود دارد حتی اگر اسرائیلی ها مدعی شوند که این اطلاعات را از جای دیگری به دست آورده اند همزمان جان کری دوشنبه دوم ماه مارس در گفتگو با خبرنگاران در ژنو اظهاراتی کرد و می گفت که ما در مورد گزارش هایی که حکایت دارند در روزهای آینده جزئیات گزینشی در مورد مذاکرات جاری منتشر خواهد شد البته که نگران هستیم اظهارات جان کری پس از آن بیان شد که برخی مقام های اسرائیلی گفتهاند که این کشور از مضمون توافق هستهی در حال انجام آگاه است و بنیامین نتانیاهو ممکن است در سخنرانی خود در کنگره در مورد این توافقات صحبت کند. وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از صحبت امروز خود تاکید کرد که در صورت انتشار اطلاعات مرتبط با مذاکرات هستهی امکان دستیابی به یک توافق خوب با ایران دشوار می شود و اما در این میان جدال های سران درگیر جهانی به روزنامه های تهران نیز کشیده است از جمله روزنامه قانون در یک زرافت واژگانی نقمی زده بود به شعارهای دوران اعتراضات جنبش سبز که برخی از شهروندان ایرانی خطاب به اوباما می گفتند اوباما یا با اونا یا با ما تیت زده بود همانگونه که می بینید اوباما با اسرائیل یا با ما که دقیقا یادآور شعار شهروندان معترض در خیابانهایی بود که به نوعی باز یادآوری آن ایام می باشد. که البته گویا در چاپ نخست بوده و مجددا در وبسایت ها رؤیت نمی که محتملا با این سیاق تیتر حذف شده بود اما در سوی دیگر در این میان روزنامه کیهان روزنامه یه تحت امر رهبری جمهوری اسلامی ایران که همواره به نحوی از آنها منتقد دولت و هر گونه تحول خواهی های ایران است با خانشی متفاوت به اظهارات بنیامین نتانیاهو مخالفت میکرد و به اظهار موضع پرداخت و در تیتری کاملا وارونه با سایر رسانه ها مینوشت معموریت نتانیاهو حمایت از تا ژنو در پوشش مخالفت است برنامه آن سوی خبر امشب سهشنبه دوازدهم اسفند ماه ایرانی را پی میگیریم کماکان با موج جدیدی از تازه ترین اخبار مذاکرات هسته ای مذاکرات جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و همینطور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد بنابر گزارش خبرگزاری های مختلف داخلی و خارجی از جمله خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دیروز همچنین عباس اراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه ایران نیز با وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و همینطور هلگا اشمتس معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار داشتند طرف های گفتگو قصد دارند تا پیش از رسیدن به مهلت سی و, سی و ماه مارس برابر با 11 فروردین ماه سال 94 به توافق برسند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به خبرنگاران در ژنو گفت که ما به طور موازی بر روی پرسش هایی که درباره برنامه اتمی ایران مطرح شده متمرکز هستیم نه فقط پاسخ به پرسش هایی که امروز مطرح است که پاسخهایی که جوابگوی آینده هم باشد جان کری همچنین در ادامه این مطلب تاکید می کرد که ما به دنبال دستیابی به توافق به هر قیمتی نیستیم بلکه می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که چهار راه منتهی به بمب اتمی بسته می شود جان کری میافزود امیدوارم به آن نقطه برسیم هرچند هیچ تزمینی در این زمینه وجود ندارد در سوی دیگر با همین موضوع و مضمون روزنامه ایران ارگان دولت به نقل از یک خبر تویتری از سفیر فرانسه در واشنگتن خبر میداد مدت زمان یک توافق هسته‌ای 15 ساله خواهد بود که ایران در طول این مدت فعالیت های را محدود خواهد کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ژرار آرو افزود است آژانس بینال انرژی اتمی نیز سپس بر فعالیت های ایران نظارت می کند و ما طبق عمل کرد ایران با آن رفتار خواهیم کرد در حالی که مذاکرات هسته‌ای دو جنبه ایران و آمریکا امروز در شهر مونترو در سوئیس از سر گرفته شد، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در ژنو میگفت که تا کنون هیچ توافقی نه جامع و نه جزئی با ایران صورت نگرفته و آمریکا فقدان توافق با ایران را بر حصول یک توافق بعد ترجیح می‌دهد. در ادامه برنامه یان سوی خبر از حوزه هسته‌ای عبور می‌کنیم و به داخل ایران می‌رویم با تازه‌ترین رویدادهای متنوع در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در ساعات گذشته. آغاز نشانه های فعالیت های انتخاباتی مسئولین دولت روحانی را در معرض نقد قرار داد تا جایی که در این میان اکبر ترکان مجبور به توضیح شد و اظهارات مطرح شده درباره فعالیت های غیرقانونی انتخاباتی دولت را جهد دار و فاقد صحت توصیف کرد به گزارش خبرگزاری میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی ترکان روز دوشنبه گفت با توجه به اینکه تمام تمرکز اعضای دولت بر رفع مشکلات کشور و پیش برده سیاست های دولت یازده معطوف شده است ورود به مباحث انتخاباتی از سوی قوه مجریه و اعضای آن جایگاهی ندارد محمد رضا خباز معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین باره اشاره می کرد که دولت یازدهم نه رسمی و نه غیر رسمی نه معنوی و نه مادی به انتخابات ورود نخواهد کرد چون این کار را تضعیه حق مردم می داند. اما کسانی که به زم وی تقوا ندارند مرتکب چون این اتحام زنی ها می شوند. در روزهای گذشته یا برخی از نمایندگان مجلس دولت حسن روحانی را به فعالیت غیرقانونی برای تأثیر گذاری در انتخابات آینده مجلس متهم کرده اند. در ادامه آن سوی خبر کماکان خبرهایی از خاتمی ستیزی به گوش می رسد از اردوگاه تون و اصولگرایان علا رقم ممنوع تصویری و ممنوع خبرسازی خاتمی، مهدی طائب رئیس شورای مرکزی قرارگاه امار در تازه ترین اظهار موازه خود روز دوشنبه گفت هاشمی رفسنجانی ذاتن بد نیست، اما شخصیت خاتمی کلن مسئله دارد. تا ابدار بررسی تحولات اخیر منطقه از روحانی نیز انتقاد کرد و می گفت که تغییر گفتمان او با کشورهای غربی و انجام مذاکرات اتمی هیچ چیز را عوض نکرد بلکه اوضاع کشور را بدتر کرده است رئیس شورای مرکزی قرارگاه امار همچون همیشه انتقادات تندی به حوزه فرهنگ و هنر ایران نیز می کرد و به فعالیت های جوانان ایرانی در حوزه مجازی به شدت حمله می کرد و آنان را عوامل فحشا می خواند. این روحانی در ادامه این اظهارات تند و تیز خود می گفت ایران کشور امام زمان بوده و بار ظهور بر دوش جامعه ایران است دنیا با ایران آماده می شود مردم باید بدانند که اگر نیاز است باید از نان شب خود بزنیم و رزمندگان سوریه، عراق لبنان و یمن را حمایت کنیم. جالب توجهان که برخی از مسئولین عالی رتبه جمهوری اسلامی همواره مدلی از ایران ستیزی پیشه می کنند و حتی در یکی از اظهار نظرها برای اظهار هم، ابراز همبستگی با سوریه خوزستان ایران را نیز پس از سوریه مهم می که موجب واکنش شهروندان ایرانی شد. ادامه برنامه آن سوی خبر با اعتراض معصوم ابتکار به ویدئوی تخریبی علیه این دولت زن کابینه روحانی در عرصه زیست محیطی ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به ویدئویی که یک تشکل وابسته به بسیج علیه او ساخته اعتراض داشت خانم ابتکار محتوای فیلم منتصب به شبکه اجتماعی افسران جوان را غیر منصفانه عنوان کرد و با با اشتراک گذاشتن این نماهنگ یا کلیپ نسبت به انتشار آن واکنش نشان داد به گزارش خبرنگار محیط زیست ایسنا ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی کلوب نوشته است دوستان جوان افسر ما کاش منصفانه این رو هم اضافه می کردن که همین رسد اخبار و کامنت های مردمی چه از سوی من و چه همکارانم بود که به کاملترین مصوبه اجرایی عملیاتی در نوع خود و اعتبارات 240 میلیارد تومانی منجر شد گویا ویدئوی ساخته شده در این انیمیشن معصوم ابتکار در زمان بروز پدیده گرد و غبار اهواز در حال چک پوست های شبکه های اجتماعی و لایک کردن آنها نشان داده می شود و در نهایت نیز بعد از بارش باران عازم سفر به اهواز می شود در حوزه خبرهای سنفی اعتراضی میان اخشار مختلف ایرانیان دو رویداد کوتاه بیشتر جلب توجه می کرد نخست اعتراض به بازداشت در تجمع معلمان کانون سنفی معلمان ایران روز دوشنبه گویا خواستار آزادی میلاد درویش فعال اجتماعی و مستندساز شد میلاد درویش در تجمع معلمان در تهران بازداشت شده است بر اساس این گزارش شاهدان عینی از ضرب و شتم این فعال اجتماعی نیز توسط نیروهای امنیتی و انتظامی خبر داده اند و اما در سوی دیگر با همین موضوع و مضمون ماجراهای کنسرت علیرضا قربانی نیز کماکان قربانی میگیرد تا جایی که علی یوسفی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به علت برگزاری کنسرت در این دانشگاه بازداشت شد. در این میان معاون فرهنگی وزیر علوم از اقدام مسئولان قضایی مشهد در بازداشت معاون دانشگاه فردوسی به شدت انتقاد کرد و با سبک خواندن این رفتار خواستار پاسخگویی عاملان آن شد. بنابر گزارش پایگاه خبری کلمه سید زیا هاشمی که استاد دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم است گفت بنده به ساحت دانشگاه دانشگاهیان و اساتید به دلیل تعرض اخیر تسلیت ارز کنم در روزهای اخیر همان گونه که بینندگان عزیز مستحضرند کنسرت های متعددی در شهرهای مختلف ایران لغو شده که دو مورد از آنها در حوالی شهرهای مشهد بوده است و در تازه ترین دور لغو کنسرت ها مجددا کنسرت علیرضا قربانی خواننده شهیر سبک اصیل ایرانی در دانشگاه ملی ایران یا شهید بهشتی کنونی علا رغم فروش بلیت و معافقت قبلی تحت عنوان نزدیکی به ایام فاطمیه لغو شد در این میان خانه موسیقی ایران که تشکل سنفی اهالی موسیقی است و بیش از 16 هزار عضو دارد با صدور بیانیه گفت این حجم از بی به فعالان موسیقی در سه دهه گذشته بی سابقه است ادامه آن سوی خبر از سوی هایی در حوزه اخبار نقض حقوق بشر هم در عرصه زمینی و حقیقی و هم در عرصه های مجازی که امنیت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است نخست شرحی بر حال یک خبرنگار زندانی که گویا از داشتن وکیل انتخابی خود منع شده است مادر و برادر جیسون رضاییان اعلام کردند که در پی مخالفت دادگاه با وکیل مورد نظر خانواده رضاییان برای دفاع از این روزنامه نگار زندانی واشنگتن پست این خانواده وکیل دیگری را انتخاب کرده است مری و علی رضاییان با صدور بیانیه ای تأکید کردند پس از آنکه تلاش های وکیل منتخب خانواده مسعود شفیعی برای به عهده گرفتن دفاع از رضاییان بی نتیجه مان لیلا احسان را به عنوان وکیل اصلی این روزنامه زندانی به دادگاه معرفی کرده اند گویا بر حسب این خبر دریافتی مسعود شفیعی وکیل جاش فتال سارا شورد و شینباور سه کوهنورد آمریکایی بود که در سال 88 دستگیر شده بودند. لیلا احسان در حال حاضر وکالت یگانه صالحی همسر جیسون رضایان را به عهده دارد که به همراه شوهرش دستگیر شد. خانواده جیسون رضایان در بیانیه خود تاکید کرده است که هفته پیش محمد سلواتی قاضی پرونده جیسون رضاییان به آنها اعلام کرده است که تا دوازده اسفن ما مهلت دارند تا یک وکیل قابل قبول را به دادگاه معرفی کنند. در ادامه رویدادها با همین زمینه و مضمون حوزه حقوق بشری اما در عرصه مجازی و جهان دیجیتال کماکان تارهای نامرئی انکبوتی سپا قربانی میگیرد در تازه ترین رویداد خبر میرسد که تومه جدید انکبوت سپا محمد یوسفی فعال سابق دانشجویی و زندانی است محمد یوسفی دانش آموخته رشته کارشناسی کشتی سازی دانشگاه پلی یا امیرکبیر تهران حدود دو ماه است که در سکوت خبری در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می برند. در بیانیه سپاه سایبری به سابقه دستگیری محمد یوسفی در سال 88 نیز اشاره شده است. سپاه پاسداران در بیانیه خود آورده است که متهم سابقه دستگیری توسط نهادهای امنیتی را در برهه فتنه 88 داشته و با اصحاب فتنه 88 ارتباط نزدیکی دارد. در ادامه اخبار منتشره از نقض گسترده ی حقوق بشر و هرچه تنگتر شدن فضای فعالیت کنشگران مدنی و سیاسی ایران گروهی از فعالان مدنی و زندانیان سیاسی سابق با امضای نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران اقدام فوری وی برای برچیده شدن سلولهای انفرادی به عنوان رفتاری غیرقانونی غیر شرعی و غیر اخلاقی را خواستار شدند در این نامه که به امضای چهره های همچون فرزند ارشد آیت الله منتظری ابراهیم یزدی محمد توسلی نرگس محمدی فخر و سادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تادزاده هستند فائزه هاشمی و ایسا سهرخیز رسیده از روحانی خواسته شده بر اساس سوگندش برای پاسداری و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است با سلول های انفرادی به عنوان یک تخلف آشکار از قانون برخورد کند و در وقت باقی مانده برنامه امشب آن سوی خبر را با رویدادهای منطقه ای خارجی پی میگیریم. نخست ریاض پایتخت پادشاهی کشور عربستان سعودی دیروز دوشنبه میزبان اجلاس سران سعودی و ترکیه بود. رهبران دو کشور سعودی و ترکیه در اجلاس روز دوشنبه که در کاخ ملک سلمان در ریاض برگزار شد، روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بررسی قرار دادند. شهر ریاض اخیرا شاهد سفر رهبران جهان از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تا سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همینطور رهبران اردن و کشور مصر بوده است. و اما مجروح شدن سه دانش آموز ایرانی در اثر انفجار مین از جمله رویدادهایی است که نگاه ایرانیان را به طبعات بر جای مانده جنگ هشت سالی کشاند که رهبران فقهی آن هنگام بر ادامه آن جنگ تا رفع فتنه در عالم میکوشیدند و اصرار داشتند در پی انفجار مین و مجروح شدن پنج دانش آموز علی بیرانوند مدیر کل آموزش و پرورش و استان ایلام با تایید این خبر می گفت که روز یکشنبه دهم اسفند انفجار مواد منفجره و مهمات عمل نکرده باقی مانده از دوران جنگ در یکی از مناطق اشایری استان ایلام منجر به زخمی شدن پنج دانش آموز پسر شده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به گفته این مقام مسئول تمامی دانش آموزان دچار سوختگی شدند و با وجود اقدام های لازم برای درمان آنها به علت شدت جراحات وارد شده دو نفر از این دانش آموزان برای مداوا به مرکز درمانی خارج از استان اعزام شدند بر اساس آمار یک میلیون و هزار هکتار زمین آلوده به مین و مواد منفجره در استان ایلام وجود دارد که هنوز پاکسازی نشده است. همچنین شبکه آفتاب در گزارشی در خصوص وضعیت قربانیان مین مینوشت پژوهش شش کارشناس و متخصص جامعه شناسی و پزشکی نشان می دهد میانگین کیفیت زندگی قربانیان مین و مهمات عمل نکرده به طور معناداری در همه هیته ها از میانگین کیفیت زندگی جامعه 14 تا 19 سال ایرانی پایین تر است بر اساس این پژوهش استان کردستان در میان دیگر استانهای آلوده آذربایجان غربی کرمانشاه ایلام و خوزستان بیشترین آمار نوجوانان قربانی مین را دارد یک سوم از کودکان آسیب دیده مورد مطالعه ترک تحصیل کردند. در همین حال آمار مرکز مینزدایی نشان می دهد چهار میلیون و دویست هزار هکتار از وسعت پنج استان مرزی و درگیر با جنگ عراق علیه ایران آلوده به مین و مواد منفجر است بر اساس همین آمار تقریبا هر سه روز یک نفر بر اثر انفجار مین زخمی یا کشته می شوند در ادامه آن سوی خبر رویدادی از زندان و اما محمد رضا رحیمی تنها چند روز حضور در زندان با آزادی زود هنگام دوباره بر صدر رسانه ها نشست در این میان محسنی اژهای سخنگوی قوه قضایی ایران میگوید که دلیل موافقت دادستانی تهران با مرخصی رحیمی معاون احمدی نژاد بیماری سخت همسرش و تاییدیه پزشک بود قلام حسین اجعی روز دوشنبه 11 اسفند در نشست خبری خود ادامه میداد که مرخصی رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق بر اساس اعلام دادستان تهران و تایید پزشک به خاطر بیماری سخت همسرش انجام شده است و پزشک نظر داده که اگر همسرش را ببیند ممکن است در روحیه وی تأثیر گذار باشد وی گفت که دادستانی تهران بر اساس ضرورت و به صورت موقت به آقای رحیمی مرخصی داده است دادستانی تهران روز نهم اسفند ماه و دو هفته پس از زندانی شدن محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق اعلام کرده بود که با مرخصی وی موافقت کرده است همه این ملاتفت و تفقد با این زندانی عهد احمدی نژاد در حالی است که در سالیان گذشته خبرهای متعددی درباره ممانعت مقامات غذایی از مرخصی درمانی زندانیان سیاسی منتشر شده است از جمله در آخرین مورد 96 فعال سیاسی و مدنی در روزهای پایانی بهمن در نامه خبر دادند که سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی علا رقم نظر پزشکان مبنی بر ضرورت بستری بودن در بخش جراحی قلب به زندان رجایی شهر بازگردانده شد و بالاخره آخرین خبر از آن سوی خبر امشب در رقابت های منطقی خاور میانه جدیدترین تهاجم همه دولت شیعه عراق با حضور رسمی قاسم سلیمانی فرمانده نظامی نقصا موسوم به عملیات برون مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران تحت امر خامنه است که این دشمنان دیروز همینک پای به زادگاه صدام دشمن دیرین خیش میگذارند تا تکریت را آزاد سازند بر اساس اخبار دریافتی از جمله خبرگزاری فارس و وابسته به نظامیان سپاه پاسداران ژنرال سلیمانی عملیات ضد داعش و بس در تکریت را از شهر سامرا در عراق هدایت خواهد کرد عملیات تکریت گویا بر حسب انتشار روزنامه ها نیز برای ایران جنبه نمادین دارد زیرا این شهر زادگاه صدام حسین رهبر پیشین عراق است که در جنگ هشت ساله با ایران موجی از کینه و نفرت در دل ایرانیان برانگیخته بود و با این خبر وقت برنامه امشب آن سوی خبر در همین مقال و مجال به پایان می رسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه های تحلیل خبری امشب از جمله گزارش روز که شرح تکمیلی برخی از اهم رویدادهای جاری است این جانب از محضر یکایی که شما خداحافظی می کنم. تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و سویه هایی تازه تر از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود زاده هاشمی وزیر بهداشت وضعیت زندان حصار را بد و عامل ایجاد بیماری دانسته است وزیر بهداشت که روز گذشته از زندان حصار بازدید کرده گفته است در این زندان بیش از دو برابر ظرفیت آن زندانی نگهداری می شود سخنان این مقام دولت ایران تأییدی است بر گزارش های نگران کننده ای که در سالهای اخیر از سوی ناظران حقوق بشر درباره زندان قزلحصار مطرح شده است وزیر بهداشت ایران از گسترش بیماری ایدز و سل در زندان خبر داده و گفته هزینه ای برای بهداشت زندانیان در نظر گرفته نشده است زندان قزل حصار یکی از چهار زندان اصلی شهرستان کرج است از این زندان در بعضی گزارش ها به عنوان بزرگترین زندان خبر یاد می شود بنابر آمار رسمی 15 هزار زندانی در زندان قزل حصار محبوس هستند اما آمارهای غیر رسمی این رقم را تا حدود سی هزار نفر ذکر کردند این زندان علاوه بر بخش قرنطینه که زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه قضایی است دارای نه زندان فرعی یا بند مستقل است زندان قزل در دو سال گذشته با چند شورش روبرو بوده است که منجر به کشته شدن چند زندانی شده است بسیاری از زندانیان این زندان دارای حبس ابد یا طولانی مدت هستند مدادکاران اجتماعی میگویند که ده ها هزار نفر از خانواده های زندانیان در سالهای اخیر برای گذراندن زندگی در نزدیکی بستگان خود که در زندان هستند به کرج مهاجرت کردند برخی از فعالان اجتماعی از تعداد بالای زندان و زندانی در کرج به عنوان یکی از عوامل مهم آسیب های اجتماعی در این شهر یاد کردند وزیر بهداشت گفته است از لحاظ بهداشتی این زندان گنجایش این تعداد زندانی را ندارد و در واقع دو برابر بیش از ظرفیت زندان ها زندانی داریم آقای هاشمی گفته است زندانیان برای نیازهای ضروری خود با مشکلات زیادی مواجه هستند هاشمی با تأکید بر این نکته که تنها ابراز همدردی مشکلی را حل نمی کند گفت تلاش برای بهبود وضعیت زندانیان تنها کار وزارت بهداشت نیست و تمام دستگاه های مربوطه باید در این زمینه فعالیت کنند ضمن اینکه سرانه بهداشت غذا و نیروی انسانی در این زندانها باید افزایش یابد ناظران حقوق بشر در گزارش های خود از زندان قزلحصار متذکر شدند آن که آنچه در زندان قزلحصار میگذرد تنها نمونه ای از شرایطی است که در برخی دیگر از شهرها و زندانهای ایران در حال گسترش است وزیر بهداشت همچنین گفت بنیادهایی هستند که اگر لازم باشد نام میبرم که به جای اینکه در مشهد و کیش هتل بسازند یا کارهای اقتصادی انجام دهند بهتر است اقدام به ساخت زندان کنند البته منظور من این نیست که از هتل ها کم کنیم و زندان بسازیم آقای هاشمی همچنین گفت من در اینجا شاهد بیمارانی بودم که ایدز داشتند و دچار سل مقاوم بودند اما مراقبت و نگهداری کامل نیست و بیماریابی در این زندان به صورت فعال انجام نمی شود چرا که هم امکانات و هم اعتبارات سازمان زندان ها بسیار کم است آقای هاشمی با اشاره به پایین بودن سرانه بهداشت زندانیان گفته است سرانه امور بهداشتی در زندانها روزی روز 600 تومان است در حالی که در روستاها حدود 96 هزار تومان سرانه می دهیم ما باید به سازمان های بیمگر بگوییم وظیفهشان را انجام دهند دولت و قوه قضایی هم ما تفاوتش را پرداخت می کند. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا امروز مذاکرات هسته‌ای خود را در مونترو سوئیس از سر گرفتند در حالی که شماری از مقامات ارشد دو کشور نیز برای شرکت در این مذاکرات در مونترو حضور دارند دور قبلی گفتگوها شامگاه گذشته با شرکت محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه دو کشور و همچنین علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در مونترو سوئیس پایان یافت خبرگزاری دولتی ایران گزارش داد در مراحلی از مذاکرات روز گذشته عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر خارجه و از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته جمهوری اسلامی بهروز کمالوندی معاون سازمان انرژی اتمی حسین فریدون برادر و دستیار رئیس جمهوری ایران و هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز شرکت داشتند جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به مونترو به خبرنگاران گفته بود پیشرفت هایی در مذاکرات هسته ای با ایران به دست آمده هرچند افسود راهی طولانی برای دستیابی به توافق در پیش است مهلت توافق موقت میان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک در ماه جوان سال جاری به پایان می رسد و دو طرف تلاش دارند تا اواخر ماه جاری دست کم به چارچوب توافق نهایی دست یابند. وزیر خارجه ایران گفته است حضور های عالی رتبه فنی دو کشور در دور قبلی مذاکرات باعث شد بخشی از موضوعات را روشنتر کرده و یا راه برای برخی از موضوعات پیدا کنیم. آقای ظریف افسوده این مذاکرات فرصتی مناسب است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم ها گفتگو کنند و ابراز امیدواری کرد که در این مذاکرات گام های اساسی برداشته شود وزیر خارجه ایران در مورد موقعیت خود در مذاکرات نیز گفت با جدیت مردم در دستیابی به انرژی صلحآمیز هسته و مقاومت آنان این اجازه را از رهبری و مردم داریم که درباره موضوعی حساس گفتگو کنیم و در اشاره به اتهام تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به تسلیحات اتمی نیز گفت به کشور ما ظلم شده زیرا اتهامات ناروایی به ایران زده شده و ما به همین دلیل مذاکره می در خبری دیگر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است در دیدارهایی که با وزیران خارجه آمریکا و ایران داشته درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی هم گفتگو کرده است خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده سرگی لاوروف گفته است که در این دیدارها پیشرفت های جدی به دست آمده در گفتگوهای پنج به علاوه یک با ایران را بررسی کردیم آقای لاوروف و مقامات ارشد شمار دیگری از کشورها از جمله وزیران خارجه آمریکا و ایران پیشتر در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کردند. غلام حسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از حکم لغو کنسرت‌های اخیر توسط مقام‌های قضایی حمایت کرده است. آقای اژهای در کنفرانس خبری دیروز خود همچنین بار دیگر به رسانه های کشور درباره استفاده از نام و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین هشدار داده است روز یک شنبه پیش دو سایت جماران و بهار به دلیل استفاده از تصویر و خبر مربوط به خاکسپاری خواهر آقای خاتمی توقیف شدند سایت جماران از دیروز فعالیت خود را از سر گرفت و حالا آقای اژهای گفته است این سایت ها با دادن تعهد توانستند اجازه فعالیت دوباره بگیرند وی بار دیگر تاکید کرد که دستور قضایی درباره ممنوعیت انتشار تصاویر و مطالب مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران به قوت خود باقی است و چنانچه رسانه ها و خبرگزاری ها در این موارد تخلف کنند با آنها برخورد می شود. معاون اول قوه قضایی همچنین در رابطه با لغو کنسرت علیرضا قربانی در مشهد از سوی دادستان و اینکه آیا دادستانی می تواند چنین اقدامی را برای کنسرتی که مجوز دارد انجام دهد یا خیر گفت وقتی مرجع قضایی دستوری را صادر کرد اگر کسی به آن ایراد یا اشکالی داشته باشد می تواند ایرادش را بر اساس مکانیزمی که در خود قانون پیش بینی شده اعلام کند در روزهای اخیر دادستانها ها در ایران نه فقط با صدور احکامی از برگزاری کنسرت های موسیقی سنتی ایران که دارای مجوز وزارت ارشاد بوده است جلوگیری کردند بلکه در یک مورد فرد برگزار کننده ی کنسرت در دانشگاه مشهد را بازداشت کردند. این نخستین بار است که قوه قضاییه ایران به طور رسمی از لغو کنسرت‌های موسیقی که دارای مجوز ارشاد هستند حمایت می‌کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در بخش دیگری از سخنان خود پیش بینی کرد که حکم دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی تا پایان سال اعلام شود مگر اینکه مشکل غیرقابل قابل پیش بینی روی دهد. گفته های آقای اژهای در حالی است که محمود علیزاده تباتبایی وکیل مهدی هاشمی روز هشتم اسفند گفته بود که ختم دادگاه موکلش اعلام شده اما ختم دادرسی اعلام نشده است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد تحقیقات درباره این پرونده ادامه مییابد آقای اژه‌ای درباره سخنان علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌های ایران نیز گفت اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرف بدون ارائه اسناد و مدارک بزند حتما خلاف و در پاره‌ای از موارد قابل پیگیری است آقای یونسی روز ششم اسفند ماه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به عناصر تندرو و خودسر نسبت داده و گفته بود عناصر تندرویی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی برای جمهوری اسلامی ایران مسئله سازی می کنند. آقای محسنی اژهای درباره صدور حکم اعدام برای یک روحانی در قوم نیز گفت هنوز حکم قطعی نیست برخی از وبسایت های خبری از صدور حکم اعدام برای مجید جعفری تبار از روحانیون مشهور قم خبر داده و اتهامات او را ادعای ارتباط با امام زمان و ارتباط با اجنه عنوان کرده بودند در همین حال محمد جعفر منتظری رئیس دادگاه ویژه روحانیت نیز روز هشتم اسفند گفته بود که پرونده روحانی معروف به شیخ استخاره پس از اعتراض وی به حکم اعدام در دادگاه تجد نظر است. سخنگوی قوه قضایی در خصوص چهارشنبه سوری نیز هشدار داد. کسانی که برای منفعت طلبی جان انسانها را و آرامش مردم را برهم میزنند با برخورد قضایی مواجه میشوند. thank you جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه 11 همه اسفند یک روز پیش از سخنرانی بحث برانگیز و تنشساز بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا به نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که از افشای جزئیات مذاکرات خسته با ایران که پس از هر دور گفتگوها به اختصار و از کانالهای محرمانه در اختیار مقامات اسرائیلی قرار گرفته خودداری کند سخنگوی کاخ سفید مطرح کردن این جزئیات محرمانه در محافل عمومی را مستاق خیانت به اعتماد خواند و گفت انجام این کار به اعتماد جاری میان ما و همپیمانانمان آسیبهای جدی وارد خواهد کرد پیشتر مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند جزئیات مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی را در اختیار مقامات اسرائیلی قرار نخواهند داد. تلویزیون دولتی اسرائیل هم در پی انتشار این خبر اعلام کرد که همکاری‌های اطلاعاتی واشنگتن و تل‌آویو بر سر برنامه هسته‌ای ایران مدتی است که متوقف شده است. کاخ سفید هنوز نمیداند که مشخصا چه جزئیاتی از مذاکرات محرمانه هسته‌ای با ایران قرار است از سوی نخست وزیر اسرائیل افشا شود با این همه جاش ارنست گفته است بعید میداند که سخنرانی روز سهشنبه نتانیاهو در کنگره لطمات جدی به روند پیشرفت مذاکرات ایران و پنج بعلوه یک وارد کند به گفته ای او جامعه جهانی متحدانه در جستجوی یافتن راحل دیپلماتیک برای نگرانی های جهانی نسبت به برنامه هسته ایران است و این سخنرانی نمیتواند این اتحاد را مخدوش کند پیش از این جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در دیدار با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف به سراحت گفته بود که نسبت به گزارش هایی که درباره افشای جزئیات مذاکرات محرمانه با ایران دریافت کرده نگران است او گفت میخواهم روشن و بیپرده بگویم انجام چنین کاری دستیابی به هدف مشترکی که اسرائیل و دیگر کشورها دارند را دشوارتر از پیش خواهد کرد بنیامین نتانیاهو جدی ترین منتقد هر گونه توافقی با ایران است و آنطور که در آخرین سخنرانی خود در لابی اسرائیل در آمریکا که یک روز پیش از سخنرانی در کنگره انجام شد گفت آن را تهدیدی برای موجودیت اسرائیل میداند و اسرائیل به همین خاطر در برابر آن خواهد ایستاد سخنرانی جنجال برانگیز آقای نتانیاهو که به دعوت رهبران جمهوری کنگره و بدون اطلاع کاخ سفید برنامه ریزی شده روابط آمریکا و اسرائیل را به طور چشمگیر تیره و تار کرده است نخست وزیر اسرائیل معتقد است تنها توافقی که پیش نیازش متوقف شدن فعالیت های همه تاسیسات هسته ایران باشد قابل پذیرش است ریاض پایتخت عربستان سعودی روز دوشنبه 11 همه اسفند ماه میزبان اجلاس سران دو کشور سعودی و ترکیه ملک سلمان بن عبدالعزیز و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بود خبرگزاری عربستان گفتند که رهبران دو کشور سعودی و ترکیه در اجلاس روز دوشنبه که در کاخ ملک سلمان در ریاض برگزار شد روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقی و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند منابع عربستان سعودی اعلام کردند که رجب طیب اردوغان روز شنبه وارد جده شد و مراسم حج عمره را در مسجد الحرام در مکه مکرمه به جای آورد و سپس به مدینه رفته و از مسجد نبی بازدید کرد. شهر ریاض اخیرا شاید سفر رهبران جهان از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تا سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و رهبران اردن و مصر بوده است. ملاقات رهبران عربستان سعودی و ترکیه بار دیگر مسئله نقش عربستان سعودی در تحولات منطقه را مورد توجه قرار داده است همزمان با این تحولات رسانه های ایران با توجه به همزمانی دیدار مقام های ترکیه و مصر به این دیدارها با تردید نگریستند سایت دیپلماسی ایرانی در این زمینه نوشته است عربستان محور مذاکرات منطقه‌ای شده است رهبرانی که گاه با هم نه تنها سنخیت فکری ندارند بلکه به نوعی در تقابل با یکدیگر هستند قرار است جداگانه با پادشاه عربستان سعودی دیدار کنند سایت دیپلماسی ایرانی همچنین می نویسد گفته می شود که احتمال دارد امیر قطر نیز به عربستان سفر کند و به دیدار پادشاه عربستان برود عربستان قصد دارد در مورد موضوعات مهمی همچون سوریه ایران و یمن با کشورهای یاد شده مذاکره کند به اعتقاد برخی از کارشناسان ریاض قصد دارد تا محور جدیدی را برای پیشبرد برنامه